سلام شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید بخش فارسی رادیو تماشا من ماه منیر رحیمی هستم امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید شش صبح دوشنبه سیزدهم بهمن ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است برابر با نه یک شنبه شب اول فوریه 2015 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان چنین طی گفتگوی هفتگی پرداختن علمی به امر سیاسی همراه دکتر آرام حسامی امروز میپردازیم به رابطه سیاسی بهای نفت و دلار قبل از انقلاب اسلامی و اکنون بررسی رویدادهای خبرساز هفته از منظر مطالعات تطبیقی و علوم و فلسفه سیاسی گفتگوی دیگری است که مستقیم از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن تقدیمتان میکنیم همراه یک استاد علوم سیاسی در مونتگامری کالج مریلند و مدیر بنیاد مطالعات پیشرفته بین الملل در واشنگتن دکتر آرام حسامی قربان خیلی خوش اومدین سلام و درود بخش چهل یکم بله روز سوپر بول هم هست امروز و همزمان موصول. هم هست با سیزده بهمن در ایران و نزدیک سالگرد انقلاب اسلامی و اینها بله میشه من قبل از انقلاب اسلامی بگم که این من همشهری های ما تو سیاتل از من پذیرای مفصلی کردم من دارم میخواد سیاتل ببره کو سیارل امروز. خب ولی من هیچی نمیدونم الان چی به چیه کی حرف فقط فقط خودم بله موضوع <laughs> سی و شیش سال آقای دکتر حسامی از انقلاب اسلامی سال پنج و هفته خورشیدی میگذره اون سال من یادم هستش که خودمون بچه بودیم ولی <applause> میگفتن مثلا دلار هفت تا من هفت خیلی معروف بود و نفت 18 دلار این این دیگه خوب یادم نیست و الان چه جوری اوزا دلار حدود 3500 و نفت حدود بین 47 48 چجوری این ماجرا رو می‌بینین نه با زاویه الزامن اقتصادی اگر ارتباطی با مس... مسئله سیاسی و های سیاسی داره برام بفهمید بله خب اینم جالب مقایسه خوبیه چون الان هم که میدونید این مطرح من یه چیز کلی بگم درسته اگر اینجوری بخوام مقایسه کنیم ارقام رو این است که بله دلار در سال 1979 که میشه 57 58 57 ایرانی, ایرانی هفت تومن بود و قیمت دلار بشکه قیمت نفت بشکه 18 دلار اگر اشتباه نکنم چون در زمان هفت بین 75 تا 79 یعنی سال 1975 تا 79 تولید نفت ایران نزدیک 6 ش... میلیون بشکه در لو... روز بود 6 میلیون البته مثل که 1978 خود برحال شرکت نفت تصمیم میره که اینو نس کنه چون قابل به صلاح تداوم ندا... نبود سه میلیون در روز تولید میکردن من با یکی از متخصصین صحبت کردم که ایشون اون موقع سر کار بود این آماری که ایشون به من دادن و درستم هست ایشون گفتن که 18 دلار در هر بشکه بوده و اون موقع مصرف ایران مصرف داخلی یه چیزی بین 600 هزار بشکه در روز بوده امروز میبینید که خب تولید ممکن هنوز حدود 3 میلیون بشکه باشه اما مصرف داخلی زیادتر شده حدود 1وه و 1دیست یا 1وسصد هزار یا 1, 300, 1, 200, یا 1 فروش است قیمت نفت هم همجور که میدونید خب الان 47 48 هست مم. نفت ایران ممکنه کمتر هم باشه مثلا 42 تا 45 معامله بشه اما خب الان این اتفاق افتاده یعنی دو سه ماه اخیر اینجوری ولی قیمت نفت 130 دلاری رو ما در زمان آقای احمدی نژاد دیده بودیم مم. قیمت 100 دلار و 75 و 80 هم قبل از ژانویه دسام 80 85 بود خب این مقایسه جالبیه اما خب این گویا نیست میدونین این ما گویای مطلب نیست چرا که حتی اگر ارقام رو مقایسه کنیم یعنی تولید خالص ملی رو در نظر بگیریم شخصی رو بعد میبینید که بدون در نظر گرفتن نرخ تورم واقعیت امر مشخص نمیشه کدوم واقعیت هست؟ که در حقیقت تفاوت بین قیمت ها مثلا دلار هفت تومن یا دلار سه هزار و چهارصد ست تومن و حتی ای دلار با بشکه ای دلار مثلا گویای تمام داستانی چرا که شما بایستی نرخ تورم رو در این سالها اندازه بگیرید ببینید آیا اون قدرت خریدی رو که دلار امروز داره یا مثلا فکر کنید کسی بازنشسته شده یا داره حقوق میگیره تبدیل کنید به دلار ببینید این قدرت خرید افراد در ایران چقدره من یه چیزی بگم که این جالب بس برمیاد به اقتصاد سیاسی در واقع و اونم این بحثی هست که سال 1776 آدم ادم اسمیت آدم اسمیت اسکاتلندی کتاب بسیار معروفی بنویسه در واقع شروع کاپیتالیزم هست بحث جالبی میکنه میگه که اول این کتاب مشخصا بحث اینه که کشورها یا ملت ها نبایستی ثروت خودشون رو با ذخیره طلایی که دارن یا ذخیره ای که دارن اندازه بگیرن ثروت ملت ها با استاندارد اف لیوینگ یعنی سطح زندگی مردم آست. بایستی سنجیده بشه اگر با این مقیاس بریم که در واقع مم. مسئله سیاسی و سیاست گذاری پالیسی میکینگ یا سیاست گذاری مطرح میشه بعد صحبت از این است که آیا با این جمعیتی که ما الان داریم با این به اصطلاح مسائل تورم و فشارهای بانکی فشارهای اقتصادی داریم آیا سطح زندگی مردم بهتر شده یا نه با وجود که قیمت نفت بالا رفته خب قیمت دلار هم بالا رفته ولی چون مسئله اصلی که من با این مسائل دارم اینه که چون شفافیت نیست و چون انحصار قدرت هست ما هیچ موقع ارقام و اعداد صحیحی بیرون نمیاد که بتونیم حتی از نظر علمی یا اکادمیک هم اینو بررسی کنیم جز اینکه خب خیلی اعلام میشه که نمیدونم چند درصد مردم زیر خط فقر هستن یا اینها ولی همون آمار هم نه روش تحقیقشون اون جامعه آماریشون هیچیش مشخص نیست و باز خود اون آمار حتی از طریق مقامات هم خیلی قابل استناد نیست ها؟ بله ببینید خب این یکی از همون بحثایی که قبلا کردیم که آیا انحصار قدرت در یک کشور باعث چه مضراتی میشه یکی از اون مضرات است که وقتی جامعه مدنی قوی باشه جامعه اقتصادی قوی باشه یعنی مستقل از حکومت باشه بعد شما میدونید که اتاق های فکر در حقیقت جامعه سیاسی جامعه اقتصادی آماندیری... بله بتونن آزادان کارشون انجام بدن اما این مقایسه همونجوری که گفتم جالبه چون راجع به سطح زندگی مردم که صحبت میکنیم امروز واقعا یه بحثی از من حالا یکم ممکنه آکادمیک بشم اینجا ولی یه بحثی از در فلسفه و... بله یه بحثی از در فلسفه و سوسیولوژی جامعه شناسی بحثی از ما میگیم سوشال کنستراکشن آف یعنی ساختمان اجتماعی واقعیت یعنی که اونی که ما اسمش واقعیت میذاریم یک ساختمان است یه بنای اجتماعی یعنی از عمومی در حقیقت بنا میشه یعنی در واقع اونی که ما واقعیت میخوانیم یا میدونیم خود به خود به وجود نیامده این به اصطلاح معلول اجتماع است. از اجتماع یعنی اجتماعی به وجود میاد حالا این بحث چرا رب داره به کار ما این که وقتی که یک انحصار قدرت باشه یک بحث اجتماعی مطرح بشه و این ترویج داده بشه یا اشاعه این گفتمان یا بحث ادامه پیدا کنه به جای میرسه که الان یک مسئله رو که ما واقعیت میدونیم تحریم ها یه چیزای واقعیه اما اینم این در حقیقت نتیجه اون گفتمان است و اون روایت است که اینها 35 سال رژیم راجع به به مسئله غرب ستیزی و مسئله اتمی که حق مسلم ماست بیان کرده و بعد وقتی این ترویج پیدا میکنه نهادینه میشه وقتی نهادینه شد خب همه باورشون میشه الان نگاه کنید تمام بحث این هست که چگونه این فشارهای اقتصادی و سطح زندگی مردم اوورد بالا با دلاری 3400 تومن و در قید بشکه نفتی زیر 50 دلار یعنی این واقعیاتی است که چی باعث شده که ما به اینجا برسیم اون همون روایت است که در رژیم ترویج داره الان هم کسی که مثل مثلا روحانی میخواد بیاد اینو یا ظریف میخواد بیاد اینو در حقیقت برگردونه یعنی تحریما رو وردارن مسئله اقتصادی رو اول حل کنن تا بتونن به بقیه مسئله مردم بپردازن همجور که ببینید بحث میره جایی که آقا جون از آقای حسین شریعت مداری بگیری در کیهان بحث میره جایی که راه رفتن آقای ظریف با کری توی پارک آرمان های انقلاب رو زیر پا میذاره نمیدونم مقاومت ملی ما رو زیر سوال میبره و, و و و یعنی منظورم که این ساخت این ساخت این اون که ما واقعیت امروز در ایران قبول داریم و میگیم بهش این واقعی هست که اثراتش رو میبینیم ساخت و پرداخته یک کار اجتماعی است که از بالا از و برمیگرده به مقام رهبری به خاطر که کسی که قدرت مطلق داره مسئولیت مطلق هم داره من اینجا توی پرانتز یه چیزی بگم و بعد به نظر من دو تا اشتباه بزرگ جمهوری اسلامی در اشتباه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این 35 6 سال یکیش مسئله جنگ و در حقیقت پایان جنگو که خمینی قبول نکرد مدت ها و یکی مسئله اتمی است که باعث این مسئله که امروز میبینید شده و این در حقیقت تاریخ به نظر من به این مسئله باز خواهد گشت و بزرگترین تصمیم های این خارج این سی... سال است. شما سیاست ها رو از زاویه های کلان و آثار واقعا گسترده اون بر کشور و منافع ملی دارین میبینین حال اون که همطور که تو خبرها هم دیدیم و شما هم اشاراتی داشتین خیلی از این گروه های تند رو به یه جزئیاتی میپردازن و به نظرم میرسه آلمن آمدن میرن سراغ همونا که گویی اساسا افکار رو یه جوری منحرف بکنن که حالا همین بفرمایید شما کی با کی دست داد یا نداد کی با کی راه رفت یا نرفت و مسائل به این بزرگی فراموش بشه این به نظر میرسه یه جور استراتژی یا یک یعنی یک روشی هست که گاهی بین آدمای معمول هم دیده میشه یکی به یکی بدهکاره میاد سر یه چیزای جزئی مثلا پشت لیوان شما چرا یه خاله چرا سایه اون چرا این. یعنی یه چیزایی یک ایرادهایی سطح منازعه بحث تقلیل پیدا میکنه به یه جایی که اصلا بیربته یا اون بحثا تنظل تنزل پیدا میکنه چ... چی فکر میکنه این روش ام... عم... عمدیه... بله, بله ببینید این که گفتم ساختمان اجتماعی واقعیت همینه یعنی هم. چی شده شما یک مطلبی رو سی و پنج ساله در اقدر ترویج دادید پخش کردید پراکنده کردید گسترده کردید گسترش دادید و اون غرب ستیزی بوده و بعد مسئله اتمی که این به استقلال ما به آزادی ما و به به اصطلاح تمامیت ارزی ما وابسته این یه مسئله ناموسی شده برای مملکت اگر مردم اینو باور کنن و چون رسانه ها دستشونه در مساجد در رسان در روزنامه ها، در اینترنت و و, و و و و این رو ترویج دادن بله با مردم میشه که این مسئله بسیار مهمه اگر پاکستان داره چرا ما نداریم اگر اسرائیل داره یا هند دارن چرا ما نداریم و تفاوتهایشو نمیگن که چرا چه گونه از این اختل... تفاوت؟ بله تفاوت. یعنی این تحر... منظور من کاملا اینه که این تحریم هایی که الان واقعیه و ملموس امه. سر سفره مردم حس میشه در بازارها حس میشه سرمایه گذاری خارجی حس میشه قیمت دلار حس میشه ساخته و پرداخته ی این گفتمان اجتماعی که ترویج پیدا کرده به اینجا رسیده الانم که یک گروهی شاید خود به اصطلاح خامنه ای هم تصمیم گرفته که از این موضع برگرده باید به یک گفتار یا گفتمان دیگه ای لازم داره که بیاد جانشین این بشه برای که این کار انجام بدید اون عده ای که اصولگران یا به هر واقعا بعد از آدم باورش میشه حالا بعضی ممکنه واقعا باورشون بشه این مسئله بعضی ممکنه اینو به قول شما یک آمدن شیوه. بله یک شیوه مدیریتی باشه بر حال مسئله بیکاری مسئله تورم مسئله ارزی مسئله بانکی مسئله نفتی ملموسه در ایران یعنی این یه چیز واقعیه ولی این ساخته و پرداخته همین بحث اجتماعیه که امروز هم که میبینید وقتی هم از این برگردیم یا بخوام اینو عوض کنیم یه به خودش یه بحث دیگه ای یعنی درست این من میخوام مقایسه کنم با مسئله جام زهر رو که در مورد صلح یا آتش بس قبول کردن تذیر رفتن قطنامه قط جنگ تمام کردن جنگ این رو اگه مقایسه کنید ببینید چقدر اینا شبیه به هم <applause> یعنی در حقیقت شما بایستی بیان یک گفتمانی رو که مطرح کردید یک بحث و که در مملکت درست کردید بعد از سالها که به نظر من یکی از بزرگترین اشتباه های سیاست خارجی ایران هست مسئله اتمی رو و تن امضا نکردن متمم ان تی و مسئله رو که میدید عراق و نتنز و و و و این باعث این مسائل شده و الان که میخوایم برگردیم باز باعث یک گفتمانی جانشین این بشه و این بحثی است که در ایران هست که چجوری ما یک معامله بکنیم که در واقع از موضع قدرت باشه یا لاغل برد برد باشه و بعد آبروی ما نره یعنی این مسئله الان اینجاییم یعنی این بحث که در ایران هم میبینید الان ما اینجاییم یعنی در این مرحله داریم صحبت میکنیم این تحلیل که شما دارین خیلی منو یاد جدل های شخصی هم میندازه یعنی واقعا بعضی روی خط... یه خطایی حالا کوچیک که حالا هرچی مرتکب میشن بعد به قدری سالها مدتها به قدری روی اون خطا اصرار میورزن که بعد دیگه یه جوری به اصطلاح آمیانش گردنگیرشون بله. میشه تو رو درواسی همون حرف قرار میگیره اینه میتونیم اگه سادش کنیم بله. تحلیل شما رو اینجوری بله. حس بکنیم یه بر جوامع سنتی در چین هم همینجوری جوامع سنتی خیلی برای این آبرو اهمیت قائلن این یک دو این, این, مسئله که باز به این اضافه میشه من در مورد آبرو این لفظ این کانسپت این مفهوم اختلاف نظر دارم با شما که اونجا اصلا آبرو نیست اتفاقا به نظر میرسه بی آبرویی به خاطر که بعدش رو لحاظ نمیکنن که اینکه اگر قرار باشه من بعدا با خفت از شما عذرخواهی کنم من اشتباهی میکنم اولش بروم نمیارم یا نمیپذیرم هی ادامه میدم ادامه میدم بعدها مجبورشم با خفت بپذیرم این این آبروداری نیست. خب آه. من بحث دیگه هست... دارم. بله ولی این نیست ولی وقتی اگر یه بحث رو باعت... پیش می کشم. یه مسائل دیگه ای رو اینو ربطش میدم به مثلا امنیت ملی ربطش میدم به مسئله در واقع تمامیت ارزی بعد برش میگردم به استقلال و و و و و بعد برای که از این بخوام برگردم با یه توجیه داشته باشم که داشته دیگه نگم که نه ما اون موقع اشتباه کردیم درست. نه خیر این نبود ولی به هر حال جامعه زهر رو می نشیم یا اینکه به هر حال این بی اعتباری های بین المللی روابط بین در وجاهت که در جوامع بین از دست دادیم چی؟ خب این درست همون مسئله است که الان امروز ایران باش سر در یعنی چگونه این معامله رو این بسته در حقیقت پکیج معامله رو این بسته رو بسته پیشنهادی رو چگونه از نظر داخلی به مردم ارائه بدن که باعث نشه که اون حقانیتی رو که برای مم. اون گفتمانی که آل بودن و این هایی که مردم توی این لاقل ده سال گذشته یا این سه سال و چهار سال گذشته دادن چه توجیه کنن من یه بحثی که خیلی کلیدی اگه اجازه بدید دو دقیقه من این بحث کنم ببینید در کشورهای دموکراتیک اونی که ما بهش میگیم منافع ملی مم. نشنال اینترست مم. در خلأ به وجود نمیاد یا دلست. یک بخش یا یک گروه انحصار قدرت نداره منافع ملی به یک دیسکورس اجتماعی سیاسی اکادمیک و علمی و همگانی تبدیل میشه از رسانه ها بگیرید تا دانشگاه تا اتاقای فکر نظر میدن و بعد از توی این دولت آقای اوباما دولت بوش دولت کلینتون سعی میکنه یک در حقیقت سنتز یک نتیجه بگیره و منافع ملی رو دنبال کنه یعنی وقتی که آزادی نباشه مثلا در م. ایران م. بله اولین پایش اینه که بگن منافع بله. چی هست این،, این بحث در حوزه باز اجتماعی مطرح بشه وقتی اینجوری نمیشه وقتی به اصطلاح قدرت مطلق میشه یا مطلق میشه بعد این بحث در حقیقت بین گروه خودی و فقط کسایی که زینف هستند یا ما از شما از سپاه بگیرید تا بنیادهای دیگه در ایران این یه بحث خودی میشه یعنی به محک پابلیک اپینین یا افکار عمومی گذاشته نمیشه بعد این در این فضا مسئله تعریف اون منافع ملی واقعا دیگه نمیتونه به عنوان منافع ملی مطرح بشه این در حقیقت با یعنی از منظر یک فرد یا یک گروه مطرح میشه در حالی که در آمریکا همین که میبینید این بحث دموکرات‌ها و ها در کمیته بانکی آمریکا 22 نفر اعضای کمیته بودند از این 22 نفر دوازده تا جمهوری خواه بودن ده تا هستن ده تا دموکراتن دوازده تای دموکر... جمهوری خواه رای دادن برای این تحریم های بانکی که من بایستی اصلاح کنم بعد از به اصطلاح یوان قرار اعمال بشه اگر معاملی نشه از اون ده نفر دموکرات ها شیش نفر با آقای اوباما مخالفت کردن فقط چهار نفر رای منفی دادن منظورم چیه؟ هم گروه خودش هم بله حزب خودش. خودشون منظورم اینه که وقتی که حتی درون حزب شما اختلافاتونو بهش احترام میذارید حوزه قدرت شما مشخصه و کمیته بانکی با ستیت دیپارتمنت یا وزارت امور خارجه فرق میکنه هر داره اونی که فکر میکنه درسته مهم. تا بعد یه پالیسی یا سیاست از توش در بیاد و این همون فضا است یعنی دو تا مسئله را اگه من بخوام خلاصه کنم یک مسئله منافع ملی باعث در یک فضای باز و عمومی انجام بشه و دو محک یا در حقیقت ترازوی مسائل اقتصادی نهایتا باعثی وضع زندگی مردم باشه و رقم هایی که میگن گویا نیست به خاطر وضع کنونی من حتی تورم نرخ تورم در ایران ما واقعا نمیدونیم واقعا چیه از 40 درصد من میبینم مم. تا شو... یا میبینیم واسه که خب مثلا کرایه خونه رو حساب کنن در این سبد در واقع کالاها یا نه تا 14 16 درصد 17 درصد که خود به اصطلاح رژیم اینو مطرح میکنه بنابراین چون شفافیت نیست چون آزادی نیست این مسائل مطرح میشه یکی دو, دو دقیقه هنوز چند دقیقه وقت داریم یکی از مسائلی که در مورد ایران مطرح میشه همیشه این هست که در صحبت های شما هم این مفهوم بود که هر کسی میاد میگه مردم اینجور مردم اونجور یعنی همونطور که گفتین مثلا رئیس سپاه فرمانده سپاه میتونه بیاد بگه مردم اینجوری میخوان و از اون ور آقای روحانی میاد میگه مردم اینجوری میخوان یک روز نگار یه مردم اینجوری میخوان اساسا معلوم نیست کدوم مردم چقدر درصد از مردم از این جمعیت چند برای اینکه همونطور که میگین آمارگیری آزاد و باز و دقیق روی هیچ صحبتی انگار نمیشه تکیه کرد بله. کدوم مردم حتی از نظر اقتصادی که شما میفرمایید سطح زندگی سطح رفاه اجتماعی به طور کلی واقعا الان تو تهران خب ناگهان خیلی آدمای ثروتمند وجود دارن بله. که حیرت انگیزه ولی آقا آیا واقعا اینها همون مردمن که در کل کشور پخشن بله اینها دوباره مسئله آزادی است اگر بحث مخصوصا در دنیایی که جهانی شده ورسانه ها از توییتر بگیرید تا فیسبوک یعنی سوشال میدیا هم خیلی در حقیقت فعال هست اگر فضا باز بود و مردم و گروه ها میتونستن حرفشون بزنن بر حال اون ترازوی بهتری بود یعنی در حقیقت در بازار آزاد افکار یعنی برخورد افکارها میتونست یک نظر مردم رو یا با رای دادن آزاد میتونستن نمایندگان مردم به طور آزاد وارد حوزه سیاست بشن و به اصطلاح خواسته های مردم رو دنبال کنن اما چون این دو تا وجود نداره و این انحصاری یعنی حتی روزنامه های بسیار زیادی در ایران هست شاید در تاریخ ایران اینقدر روزنامه نبوده ولی چون روزنامه و نشریات در حقیقت خودی و غیر خودی است و رسانه اینترنت همین جور نمیدونم تلویزیون همین جور حزب یا جنا همین جور اون موقع است که این تعریف مردمی که شما گفتید در واقع هر کسی میتونه ادعا کنه هر جنایی اصولگرا یه چیز میگن اصلاح طلبای یه چیز میگن دفتر بیت یه چیز میگه سپاه یه چیز میگه و کسی نمیتونه مسئله دقیقا همینه که کی برای مردم صحبت میکنه حرف مردم رو کی, مردم. کی میزنه من مطمئنم که اگر یک نظرسنجی درستی در ایران بشه اه اه خیلی من سرپرایز خواهم شد اگر ببینیم که مردم خواستار تمام شدن تحریم ها و وضع اقتصادی بهتری نباشن یا ام. پایین آمدن دلار نباشن یا سطح زندگی یا بیکاری رو به این حد اه اه نمیخوان داشته باشن ام. اما خب همین مسئله آزادی همه اینا رو دیگه تحت شاه قرار میده درسته مرسی دکتر اشارات منو دکتر فلا فاصله میگیرن که یعنی الان زمان داره تموم میشه و جالب تر این که خیلی از نخبگان متخصصان میگن از قضا آزادی بین خود مردم هست همین توییتر نمیدونم وایبر از این اس ام اس ها شوخیا جوکا اینها تو تاکسی محافل مثلا کوچه و خیابون ها اینها بین متخصصان آزادی چندان نیست که بتونن منتشر کنن حرفای علمی متخصصی تخصصی خیلی جدی زده بشه اونها محدودیت بیشتری انگار دارن تا مردم کوچه و بازار حالا نمیدونم دکتر فقط وقتمون تموم شد من کامنت آخر اومدم وقتمون تموم شد میخواین اگر به من میخواستم بگم که بله همین هست که حتی توی دانشگاه ها هم که جای اکادمی رو فکر هست, هست. تمام استادا به اندازه هم آزاد نیستن یعنی جناحی و دره. خطی قضیه از این نظر آزادی داره. آزادی هم توضیح درستی نشده عادلانه نشده ها ممنون دکتر از توضیحاتون و حضورتون در استودیو از شما هم متشکریم